سلام. اونایی که از روز اول برنامه ما یعنی روش شناخت علمی رو دنبال کردن میدونن که ما داریم اصول شناسایی دینامیک رو مرور میکنیم و بعد از اصل تغییر و حرکت و اصل تأثیر متقابل به اصل تضاد رسیدیم. در دو برنامه قبلی کلی راجع به تضاد و ویژگی های اون صحبت کردیم و حالا امروز توی این برنامه میخوایم به روش حل تضاد بپردازیم. بله، روش حل تضاد. اینا چی هست؟ اینا قفلن دیگه. من اینا رو به عنوان نمادهایی از تضادهای مختلف انتخاب کردم. قبول داری قفل مثال خوبیه برای نشون دادن تضاد؟ نه زمان، حالا بگو ببینم میخوای با این چیکار بکنی؟ میخوام این تضاد رو به ساده ترین شکل ممکن حل کنم، یعنی این قفلا رو باز کنم. جدی؟ نکنه کلیدسازی باز کردی؟ کلیدسازی؟ نه بابا. من با همین یک کلید همه این قفلا رو باز میکنم. به این میگن شاه کلید، یعنی کلیدی که به هر قفلی میخوره. خب اینجا همونجاست که مثالت غلط از آب در میاد. چطور؟ ببین دوست من، هر تضادی ویژگی های خاص خودشو داره. مگه ما تو برنامه های قبلی کلی راجع به خصوصیت های ویژه تضاد صحبت نکردیم؟ چرا؟ ببین مگه نگفتیم که مثلا تغییرات اجتماعی توی تونس، مصر، یمن، لیبی، عراق، سوریه، ایران همشون حاصل تضاد بین حق و باطله و اینکه این حق و باطل توی جوامع مختلف خصوصیت خاص خودشون رو پیدا میکنن. باطل توی تونس میشه بن علی، توی مصر میشه مبارک، توی لیبی میشه قذافی، توی ایران میشه خامنه ای. خب راه حل این تضادها هم توی هر جامعه ای باید خاص اون تضاد باشه. اگر تو با تضادهای روبرو بشی که مثلا خصوصیت های ویژه اونها یکسان باشه، اون وقت میتونی از راه حل یکسان استفاده کنی. اما تضادهایی که با هم اختلاف کیفی دارن، راه حل هاشون هم با هم دیگه فرق دارن. پس بی‌زحمت اون قفلا رو بذار کنار. خب بذار یک مثال ساده شروع کنیم. نکن من و تو انسانیم. خب اینم رودخونه است به عنوان یک پدیده طبیعی که پیش روی ما هست. ما نمیتونیم از یک طرف رودخونه به طرف دیگه اون بریم. عبور از رودخونه برای من و تو یک تضاده که باید حلش کنیم. حالا چجوری حلش میکنیم؟ قصه نخور، این تضاد قبل از من و تو حل شده. هم پل هست، هم کشتی و قایق. قشنگ گفتی. پل و کشتی و قایق ابزارهایی هستند که انسان برای حل تضاد بین خودش و طبیعت میسازه. از این مثال ها فراوونه. آدم مثلا نمیتونه پرواز کنه چون بال نداره، ولی با این تضاد سازش نمیکنه، این تضاد رو هم حل میکنه. چجوری؟ با هواپیما و فضاپیما و این چیزا دیگه. بله، یعنی هوا رو که هیچی، فضا رو هم تسخیر میکنه. یا مثلا آدم نمیتونه برای مدت زیادی زیر آب بمونه، نمیتونه همینجوری تو اعماق دریا دووم بیاره، اما این تضاد رو هم با تکنولوژی، با فناوری حل کرده. زیر دریایی ساخته و میره باهاش تا عمق دریا و بیا ببین. پس نتیجه چی شد؟ حالا یه مثال دیگه. ببینم عادل، تو تا به حال قله اورست رفتی؟ قله اورست؟ جالبیا. بابا ما توچالش هم به زور میرفتیم. بسیار خوب. حالا اگر الان بهت بگم برو اورست، چه تصویری توی ذهنت نقش می‌بندی؟ یه چنین تصویری. می‌بینی؟ بابا خیلی نسبت به کوهنوردی ذهنی هستی. بابا واقعا این تو ذهنته؟ اشتباهه. هیچی ولش کن. ببین این جهان ذهنی توه. بین این جهان ذهنی با واقعیت، یعنی جهان عینی، یک تضادی وجود داره که برای حل این باید با واقعیت خارجی برخورد کنی، باید عمل کنی. یعنی چی؟ هیچی، یعنی باید بلند شی بری قله اورست. ببین وقتی تو بری به قله اورست، اون وقت تضاد بین تصویر ذهنی تو از اون قله با تصویر عینی اورست حل میشه. حالا یک مثال ساده بود، بریم سراغ یک مثال اجتماعی. مثلا فرض کن یک مجاهدینی هستن که 30 ساله دارن با این رژیم مبارزه میکنن، شب و روز در حال مبارزه و رویارویی هستن. بعد حالا یکی که اصلا تا بال حتی یه روز هم با این رژیم درگیر نشده، بیرون گود نشسته باشه، شروع کنه برای مبارزه مجاهدین استراتژی ترسیم کنه و راه حل بده، تو به چین آدمی چی میگی؟
خب میگم جناب بی زحمت شما هم یک قدمی بردارید، یک کاری بکنید، بعد نظر بدید. آخه اینجوری که نمیشه از خارج گود گفت لنگش کن. چرا؟ خب برای اینکه خیلی واضحه کسی که خارج گود نشسته نظراتش بیشتر ذهنیه، بقیه رو هم گمراه میکنه. تمام، به خاطر همین هم هست که مجاهدین همیشه تاکید کردن که بدون عمل انقلابی درک درستی از تئوری انقلابی نمیتونیم پیدا کنیم. با عملی که میشه تضاد بین جهان عینی و ذهنی رو حل کرد. آقا تو میهن ما یه حقی هست، یه باطلی، یه ظالمی هست، یه مظلومی. تضاد بین این دوتا چطوری حل میشه؟ از طریق قیام و مقاومت دیگه. منظورت مبارزه است دیگه؟ بله مبارزه. میبینی؟ هر تضادی راه حل خودشو داره. حالا وقتی از حق و باطل و تکامل و ضد تکامل در عرصه اجتماعی صحبت میکنیم، با دو پدیده کاملا متخاصم روبرو میشیم. در یک طرف اقلیتی که با سرکوب و دیکتاتوری اکثریت جامعه رو به بند کشیدن وجود داره، و در طرف دیگه اکثریت جامعه که تحت ستم و استثمار قرار داره. خب واضحه که این اکثریت مظلوم در موضع حق و تکامل قرار دارن و میتونن با نبرد آزادی بخش دیکتاتوری ارتجاعی و ضد تکاملی رو از سر راه بردارن. حالا این گزارش رو ببین. تضاد بین حکومت‌های جنایتکار و دیکتاتور با ملت‌ها فقط از راه مبارزه قهرآمیز حل می‌شود. این شیوه عام حل این تضاد است. مثلا در جنبش‌های ضد استعماری با تشکیل ارتش آزادی بخش ملی تضاد با استعمارگران حل می‌شود. اما این شیوه در هر کشور شکل خاصی هم به خود می‌گیرد و با شرایط و خصوصیت‌های ویژه محلی آمیخته می‌گردد. مثلا در کشورهای آمریکای لاتین به صورت تشکیل کانون‌های شورشی یا قیام‌های دهقانی نمود پیدا می‌کند و مثلا در چین به صورت یک ارتش آزادی بخش ظاهر می‌شود و در ایران تحت حاکمیت آخوندها تضاد با تشکیل ارتش آزادی بخش ملی حل می‌شود. به این ترتیب تلفیق شیوه‌های جهانی حل تضادها با شرایط ملی و میهنی مشکل‌ترین کار تئوریک یک مبارزه و مهمترین وظیفه قشر پیشتاز است. پس چی شد؟ چی شد؟ هیچی، این همه حرف راجع به شیوه حل تضاد داریم برای جنابالی چی روشن شد؟ هیچی دیگه، این که در مواجهه با هر تضادی باید سراغ راه حل ویژه اون تضاد بریم. خب بذارید ملموس‌تر حرف بزنیم. مثلا همین دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران رو در نظر بگیرید، منظورم همین رژیم ولایت فقیه. خب این تضاد اصلی حاکم بر میهن ماست و در این سالیان هم شیوه های زیادی برای حل اون مطرح شده. مثلا یکی گفته من فکر میکنم مبارزه چریک شهری راه حل ملموستر و کاراتری باشه. مبارزه چریک شهری، خب این یک راه حله، اما گوینده اون یک واقعیت رو مد نظر قرار نمیده و اون هم اینه که مبارزه چریک شهری در برابر رژیمی جواب داره که ساختار اون پلیسی نظامی باشه، نه رژیمی مثل ولایت فقیه که یک رژیم نظامی پلیسیه و توسط سپاه پاسداران حفاظت میشه. بگذاریم، حالا بریم سراغ راه حل بعدی. من فکر میکنم شیوه قیام توده‌ای شیوه مناسبی باشه. منظورم بسیج گسترده مردمیه، یه چیزی تو مایه‌های مصر. آقا آخه مگه میشه توی اختناق مطلق دست به بسیج توده‌ای زد؟ بابا این رژیم ولایت فقیه 1001 ارگان سرکوبگر داره، خفقان مطلقه، اصلا به تو فرصت تجمع هم نمیده، چه برسه به سازماندهی توده‌ای، مگر اینکه تلسم اختناقش بشکنه که اون دیگه خب دیگه همون روز سرنگونیشه. حالا بریم سراغ نمونه بعدی. خب من میگم بهترین شیوه در پیش گرفتن مبارزه مسالمت آمیز و قدم گذاشتن در مسیر اصلاحاته. این یکی که دیگه ول معتله، رژیم اصلاح ناپذیر رو میخواد با مبارزه مسالمت آمیز تغییر بده. البته اگه کسی شک و شبهه داشت بعد از دوران 8 ساله خاتمی و با رفتن اصلاح طلبهای قلابی دیگه الان براش حتما باید مسجل شده باشه که اصلاحات سرابی بیش نیست.
آقا شما که همه راه حلای ما رو رد کردی که. بله رد کردم، آخه چون تو بدون تحلیل علمی از شرایط مشخص عینی و تاریخی ایران رفتی سراغ یک سری راه حل‌ها و الگوهای مربوط به کشورهای دیگه، در حالی که پایبندی به خصوصیت ویژه تضادها به ما میگه که باید از هر شرایط مشخصی تحلیل مشخص داشت. یعنی بابا طرف حساب تو رژیم ولایت فقیه، دیکتاتوری مذهبیه، سپاه پاسدارانی داره که بدون سازمان یافتگی نمیتونی برش غلبه کنی. پس تحلیل مشخص از وضعیت رژیم به ما میگه که پاسخ این رژیم دو کلمه بیشتر نیست: ارتش آزادی. بله، امروز مردم و جوانان و انقلابیون لیبی به دنبال برپا کردن یک ارتش آزادی بخش هستند که جامعه بین المللی هم آن را به رسمیت شناخته است و فراوان به آن کمک می کند. گناه ما این است که 25 سال زودتر به این فکر افتادیم. در غیر این صورت باید در دایره بسته همین رژیم و جناح‌ها و باندهای آن غوطه خورد و سرانجام به دم و دنبالچه همین رژیم تبدیل شد. مدت هاست که بسیاری سیاستمداران در آمریکا رئیس جمهور این کشور را سرزنش می کنند که چرا در بحبوحه قیام‌های مردم ایران در سال 88 به کمک نیامد و فرصت خلاص شدن دنیا از دست رژیم ملایان را از دست داد. اما هیچ کس نمی گوید که با وجود سپاه پاسداران ولایت فقیه دنیا و مردم ایران چگونه و از چه طریقی به واقع می توانند این رژیم را سرنگون کنند و یا به سرنگونی آن کمک کنند. اما ما در همان زمان هم در عین بزرگداشت قیام‌ها و جانفشانی برای آن و تقدیم قهرمانانی همچون علی صارمی، جعفر کاظمی و حاج آقایی و بسیاری زندانیان دیگر در استراتژی قیام و سرنگونی گفتیم اشرف کانون استراتژیکی نبرد و نقدینه بزرگ ملت در مبارزه آزادی بخش با رژیم ولایت فقیه است. تضادها دو نوعند. یکی اونهایی که من و شما یعنی انسانها در حل اونها نقشی ندارند و مربوط به طبیعتند و یکی تضادهایی که ما انسانها در حل اونها نقش داریم. تضادهای طبیعی مستقل از خاص و اراده ما حل میشه. مثلا مهاجرت پرنده ها شیوهی برای حل تضاد سرما و بقای اونها. جاذبه شیوهی برای حل تضاد حرکت سیارات و تعادل کهکشان هست. ما در حل این تضادها نقشی نداریم، اما حل این تضادها در نهایت در جهت حرکت عمومی تکامل پدیده‌ها و جهان. حالا وقتی به عرصه جامعه میایم، اون وقت تضادها باید به کمک اراده بشر در سمت ترقی و تکامل هدایت بشن. این اراده نمیتونه تضادها رو در جهت خلاف حرکت پدیده‌ها سمت بده، مگر به صورت موقت و گذرا و با صرف انرژی خیلی زیاد. مثال دیکتاتوری ولایت فقیه در ایران نمیتواند تضاد بین منافع خودش و مردم ایران را به نفع خودش و برای مدت طولانی حل کند. این مخالف سنت آفرینش است. به همین خاطر میگوییم رژیم ضد تاریخی ولایت فقیه، یعنی در جهت ضد تکامل و ترقی حرکت میکند. این یه قانونه. خب چرا آخوندها بعد از این همه سال کشتار و صرف این همه هزینه نتونستن هنوز حاکمیتشون رو تثبیت کنن؟ چون میخوان ایران رو به عقب ببرن، میخوان عکس جهت تکامل حرکت بکنن. خب نمیشه،
همه میبینن که نمیشه. به این میگن تضاد آشتی ناپذیر. حالا تو بگو چه موقع تضاد آشتی پذیره؟ بعد از انقلاب ضد سلطنتی که هنوز فضای نسبتاً دموکراتیک وجود داشت و حکومت خمینی و آخوندها هم یک دست و یک پارچه نشده بود، امکان این بود که با شیوه های مسالمت آمیز به صورت سیاسی و پارلمانی تضاد به نفع نیروهای ترقی‌خواه حل بشه و مانع حاکمیت مطلق ولایت فقیه بشه. اما خب بعد از سرکوب خونین تظاهرات مسالمت آمیز مردم تهران در 30 خرداد 1360 و یک پایه کردن حاکمیت ارتجایی و اعدام دست دسته نیروهای انقلابی ترقی‌خواه، دیگه امروز برای همه دنیا ثابت شده که تضاد بین مردم ایران و رژیم ولایت فقیه یک تضاد آشتی ناپذیره. یعنی در جریان این تضاد باید وجه کهنه که رژیم باشه از بین بره و این چیزی نیست که رژیم به صورت آشتی پذیر به اون تن بده. بنابراین تضاد در تقسیم بندی کلی خودش دو نوعه: تضاد آشتی پذیر و تضاد آشتی ناپذیر. تمام. چی تمام؟ صحبت از سومین اصل شناسایی دینامیک یعنی تضاد تمام. جدی؟ بله، فعلا این حرفایی که تو این برنامه زدیم رو داشته باشید. بار بعد به سراغ اصل چهارم شناسایی دینامیک خواهیم رفت، اصل گذار از تغییرات کمی به تغییرات کیفی. امیدوارم باز هم مثل همیشه فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. خدا نگهدار همگی شما.